دوستان رئیس جمهور اوباما تا کابل میره و در نهایت با همتای افغان خود یعنی آقای کرزای دیدار هم نمی داشته باشه. اما جالبی است که هر دو رهبر گویا دعوت یکدیگر به خاطر دیدار بنابر عوامل و یا هم دلایلی که پیش خود داشتن رد کردند. افغانستان که همتای جدی ایالات متحده است و ایالات متحده هم حامی اساسی اقتدار حکومت افغانستان، اما رئیس جمهور ایالات متحده در دو دور ریاست جمهوری خود 4 بار است که به افغانستان سفر میکنه و در نهایت در دور چهارم و یا هم در سفر چهارم خود علاقه هم به خاطر دیدار همتای خود نمی داشته باشه. پس کمی و یا هم کاستی در کجا بوده؟ خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان را در کابل با خود داریم و این موضوع را با ایشان بررسی می کنیم. خانم کوفی سلام و تشکر از وقت شما. اگر بگونی مستقیم بپرسم، چرا فکر می کنین دو همتا و یا هم دو رهبر ملت های کلیدی نخواستن با یکدیگر دیدار داشته باشن؟ کمی و یا کاستی را شما در کجا می بینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو این سفر یک سفر به عقیده ما دوستانه بود، یعنی بیشتر محور سفر امو یاد بود از قربانیای نیروهای امریکایی، مقصد نیروهای نظامی شان در افغانستان و در سایر کشورها بود، اما ممکن بود که در حاشیه سفر ملاقات هم صورت بگیره. ولی که هر دو سفر رهبر تاکید داشتن به اینکه به اصطلاح لحاظ پروتکل با یک دیگه شان احترام بیشتر شوه، فکر میکنم عمده ترین دلیل همی بود و سیاست خارجی آقای کرزایی که در چند سال اخیر یکی دو سال اخیر بیشتر حالات نوسانی داشته و ما شاهد از این بودیم که حتی موافقت نامه امنیتی با امریکا که یکی از مهمترین سندهای استراتژیک است، مخصوصا در قسمت چگونگی حضور نیروهای خارجی و مخصوصا نیروهای امریکایی در افغانستان، توسط آقای کرزایی امضا نشد. و این فکر میکنم عمده ترین دلیل امی مسئله موضع‌گیری آقای کرزایی در قبال موافقتنامه امنیتی و انتقادهای جدی که اخیرا از اشتباهات امریکایی‌ها در افغانستان داشت. یعنی بیشتر زبان دیپلماتیک و گفتاری میان دو رهبر رسانه‌ای بود تا اینکه واقعا اینا از چنل‌های دیپلماتیک اینا بشینن صحبت کنن. این فکر میکنم تاثیرات منفی بالای خود موقعیت و جایگاه آقای کرزایی در حکومت افغانستان داشته. تشکر خانم کوفی. شما گفتین در اول که این سفر دوستانه بود، البته منظورتان از سفر بود که گویا رسمیات را آقای اوباما تکمیل میکرد و نظر به عنعنه و فرهنگشان باید از سربازهای خود که در جنگ حضور داشتن دیدن میکرد. اما شما در سال گذشته شاهد بودین که بگونه مستقیم و یا هم تا حد غیر مستقیم قصر سفید هشدارهای از خروج کلی سربازانش از افغانستان را با خود داشت. از صحبتهای روز گذشته آقای اوباما، اگر شما او را دنبال کرده باشین، تصور شما در مورد چگونگی تعامل ایالات متحده در آینده افغانستان چگونه بوده؟ برداشت شما چی بود؟ خب ما تصورم این است که دولت مسئله افغانستان یکی از عمدترین مسائل سیاست خارجی امریکا است. با می دلیل است که تا نوشته هایم که در مورد افغانستان صورت میگیره، جالبی است که رئیس جمهور امریکا خودش میخوانه. مثلا چند قبل ما یک نامه فرستاده بودم توسط روزنامه فارن پالیسی که در روزنامه فارن پالیسی هم چاپ شده بود. آقای اوباما البته نام نگرفت، اما دیشب با محتوای از اون نامه هم اشاره کرد و این نشان میده که هنوزم افغانستان در محور صحبت های در محور توجه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا است. البته در ذهنیت عامه در امریکا جنگ افغانستان دیگه یکی از جنگایی است که بسیار طرفدار نداره. منتها به خاطر تامین امن، فراموش نکنیم که دیشب آقای اوباما گفت که شما بر نیروهای خود گفت که شما امریکا را مسئول ساختین. یعنی این به این معناست که اگر اونا در افغانستان قیمتی هم میپردازن، بهای هم برای جنگ میپردازن، نه تنها به خاطر مسئول ساختن افغاناست، بلکه به خاطر مسئول ساختن خودشان هم است. بنان به دلایل امنیت خودشان هم کس باید در افغانستان باقی بمانن. در حال حاضر 35,000 نیرو در افغانستان دارن، اینا باید تصمیم بگیرن. البته گزینه صفر هم یکی از گزینه های سر میز است، ولی ما تصور برداشت ما این است که مخصوصا با توجه به انتخابات پیشروی و ای که هر دو کاندید پیشتاز وعده دادن که موافقتنامه امنیتی را امضا میکنن، ما زیاد گزینه صفر را بعید میدانم. تشکر خانم کوفی. پس از این معلوم شد که شما هم نویسنده و یا هم او نام نویسی بودین که آقای اوباما خیلی بالای شما صحبت کرد دیروز. ای کاش که نام از شما هم می برد. اما بیان که سوال دیگر مطرح بکنیم، نادیده گرفتن این موضوع یعنی دیدار یک دیگر. شما گفتین که سفر تا حد دوستانه بوده، ولی حداقل 16 ساعت راه سفر میشه، چندین هزار مایل، و بازم علاقه وجود نداره که دو تا یکی دیگر ببینن. دیدار یک دیگر که انجام نشد، شما چی فکر میکنین که بایستی یک نماینده ملت
ندیدن دو رهبر تاثیرش بر روند آینده افغانستان تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود و چگونه تاثیر خواهد داشت؟ ما فکر میکنم زیاد تاثیر منفی نداره، به دلیل از اینکه خب بیشتر یا کمتر از دو ماه دیگه به انتقال سیاسی قدرت در افغانستان باقی مانده و زیاد گپی هم به گفتگو وجود نداشت، هرچند میشد روی مسائل صحبت کنن، مثلا انتخابات و بی‌طرفی هم حکومت و هم ایالات متحده آمریکا در انتخابات که آقای اوباما به نوعی تاکید کرد به او، ولی فکر میکنم گپ زیاد به گفتن نبود، مخصوصا اینکه آقای کرزی قرار است تا دو ماه دیگه به اصطلاح رئیس جمهور اسبق تبدیل شوه، بنان مسئله زیادی به گفتن نداشت و تاثیرات منفی از این به فکر نمیکنم زیاد باشه، مخصوصا به دلیل از اینکه موافقتنامه امنیتی امضا نشد، در حالی که موافقتنامه امنیتی جزء از موافقتنامه راهبردی یا استراتژیک بود که دولت افغانستان او را قبلا امضا کرد، پارلمان افغانستان هم تصویب کرد، اما با وجود که جزء از موافقه هم بود، اما موافقتنامه امنیتی آقای کرزی در دقیقه 90 با دلایل که بر صورت تا حالا بر مردم افغانستان واضح نیست امضا نکرد. من فکر نمیکنم که ندیدن ها از لحاظ دیپلماتیک و عرف سیاسی بهتر بود اگر در خاک ما آمده بود ملاقات می شد، اما از لحاظ سیاسی فکر نمی کنم تاثیرات داشته باشه. خانم کوفی تشکر از وقتتان.